با اجازه جناب محترم وزیر صاحب امور خارجه متقی صاحب و همچنان شیخ صاحب محترم وزیر صاحب معدن و پترولیم جناب دلاور صاحب، همچنان برادر زحمتکش و پرتلاش رئیس راه آهن افغانستان شرافت صاحب، معاون ولایت محترم هرات جناب مهاجر فراهی صاحب و مجاهدین، علمای کرام، مسئولین امارت اسلامی، اهل دانش، اهل قلم، اهل عرفان و محاسن سفیدان ولایت تاریخی و فرهنگی و علمی ولایت هرات و همچنان تجار، سرمایه گذار، صنعتکار و دوستایی که حضور دارند در مجلس ما، و همه تان از همه اولتر، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. جناب محترم شیخ صاحب صحبت همه جانبه داشتند. بعضی الحمدلله خوشخبری هایی که واقعیت ما هم اولین بار بود از زبانشان شنیدیم، واقعیت که دلخوش کننده است، الحمدلله امیدوار کننده است و واقعیت که تحرک اقتصادی افغانستان انشاءالله با امید پروردگار بار میاد. من فقط مختصر چند صحبت دارم به خاطر مسائل اقتصادی کشور ما. شما میخوایم آگاه کنیم که چه مسائلی در بهبود مسائل اقتصادی افغانستان است و چه کارهایی شده که باید ملت ما و مردم ما مطمئن باشند. ما الحمدلله بعد از قسمی که شیخ محترم فرمودند، امی حالتی که امروز الحمدلله ما به سکون، به آرام و آرامش محفل ما را برپا میکنیم، زندگی میکنیم، تجارت میکنیم، تعلیم ماست الحمدلله و تمام برنامه های زندگی ماست، واقعیت که به آسانی به دست ما نامده. دو طاقت جهانی بزرگ پوزشان به خاک مالیده شده ای سرزمین، اگرچه قصور افغان ها هیچ چیزی نبود، هیچ گناه افغان ها نداشتند و هیچ جای تجاوز نکرده بودند. آمدن دولای افغانستان تجاوز کردند و امور قسم یک تجاوز کردند، امور قسم از خاک افغانستان به خوشحالی خود بلکه به شکست و رسوایی از وطن الحمدلله بیرون رفتند. ما خوب به یاد دارم که یکی از بزرگای حکومت قبلی یک کسی از پیشش سوال کرد، یک ژورنالیست سوال کرد، شما بعد از این که اگر امریکای ها بروند، شما توانایی از این را دارین که حکومت افغانستان را بچلانین؟ سرش هم شور داد و زبانش هم شور داد که ما نداریم. روزهای اول امارت بود، رئیس محترم بانک مرکزی افغانستان آقای صاحب ادریس، همه ایتون با نامش آشنا هستین، در یک مجلس از تجار محترم هرات تشریف آورده بودند، جلسه داشتیم. ما از پیششان پرسان کردیم که آیا در خزانه افغانستان چیزی وجود داره؟ به همه این معلوم بود که پول دلار و اسعار خارجی افغانستان همه در طیاره بار شد و رفت در طرف امریکا. در دیگر کشورها، در سوئیس بود، در هندوستان بود، یارم بردند به طرف امریکا، یک جا جمع کردند، به خاطر از اینکه شکستشان 100% خودشان میفهمیدند. این تقریبا خیلی ماها قبل این برنامه را سنجش کردند و بردند. قسم خورد، گفت که ما صاحب 1,00,000 افغانی در بانک مرکزی ما نیستیم. سه ماه ما کرای ببخشید، معاش کارمندای امارت هم قبل از امارت داده نشده و در زمان امارت هم
خیلی طولانی است که یک ماه یک و نیم ماه است. هر کس از پیش ما پرسان داره که ما معاش است و به خودتان معلوم است کارمند حکومت همیشه او طلایموت است و قدم پیدا میکنه معاش است و اونمو هم حالتی است که زندگی خود پیش میبره. جگر خون هستیم. خداوند همیشه تجار و صنعتکار ما را که در پهلوی ما استادین از ما کم نکنند. مردم مخلص هستند. اقتدار محدود کمکای کردن. واقعیت که ما از پیشون متشکر هستیم. در حالت اما هم یک چاره و پرده شد. بعد از احسان پروردگار الحمدلله رهبری امارت، کمیسیون اقتصادی، شورای وزیران، بزرگان همه عزم کردند که بعد ما باید حرکت کنیم، کار باید بکنیم، زحمت باید بکشیم که از این حالت باید بریم. در ماه دوم بود که الحمدلله در روز در تاریخ پنجمش بود یا ششمش تمام اند کارمندا الحمدلله معاش خود گرفتن. احسان پروردگار. این بزرگترین آزمایش برای ما بود واقعیت دیگر. و دنیا هم به امید از این بود که ما از نگاه اقتصادی اگر از نگاه نظامی نتونستیم از نگاه اقتصادی دیگر امارت به هر حالتی که با شما شکست میدیم. نمیتونند که یا شاید شش ماه طاقت کدر در مقابل مخارج و در مقابل امی معاشات و مصارف و بودجه ها یا طاقت کنند. امروز به فضل مرحمت خداوند همه دوستان میدانند با وظیفه‌ایم که در حکومت های قبلی طاقت های جهانی در پیششان بود کسایی بودند که پرسان نمیشه پول کاغذ چاپ میشه و بالای مردم مسلط میشه و ما از اولی کف دست خود امروز تمام اند مخارج و تمام اند بودجه امارت اسلامی الحمدلله به فضل خداوند از طریق حلال تمویل میشه. از طریق حلال مهمترین گپی است. اگر ما مثل کشورهای دیگه قرض به سود بگیریم یا قرض به تکتانه بگیریم یا قرض به انترست بگیریم به همه این معلوم است شاید تا یک مدت آسان بشه ولیکن آینده تمام اولاد ما در زیر بار قرض و در زیر بار مشکلات است. امروز الحمدلله هر کسی که هر اقتصاددان ما میگیم شما باور کنید که کسایی بوده ما امرایشان بحث کردیم به سطح دکترا بودیم باور نمیکنند. با همه دوستان معلوم شاید خیلی عادی معلوم میشه جرایم از طرف رهبر امارت اسلامی شیخ صاحب محترم شیخ الحدیث و القرآن حبت الله اخونزاده صاحب حفظه الله معاف شد. هر قدر که علما به شمول این ما خود ما کسی که دیجا شیخ صاحب محترم از پافشاری به ای داشتند که خیر است همین جریمه شبه هست به حرام یا شبه هست به مکروه امیر باید ما معاف نکنیم ولیکن از طرف شیخ صاحب محترم امر شد که باید ای معاف شود. جریمه شبه و مکروه یا شبه حرام از شیخ صاحب بزرگوار تشریف دارند خودشون علما هستند. سود به قطعی الحمدلله بین تمام اند ادارات امارت الحمدلله گم شد. خب ما که میگم وقتی که عواید حلال ما تمویل میشه تمام اند کسایی که الحمدلله در سرزمین ما شما مشهور هستند و کاروبار میکنند زندگی میکنند برکت از این چه شد احسان پروردگار الحمدلله که امروز تمام اند چرخش اقتصاد ما شما به حرکت آمده است. 400 چند کیلومتر سرک کار آسان نیست. 170 کیلومتر سرک و روزگان جور میشه این کار آسان نیست. هرات تا به کابل پس دوباره قیریزی میشه این کار آسان نیست. پروژه های برق روی کار گرفته شده الحمدلله کار آسان نیست. به همه تان معلوم است. به فضل مرحمت خداوند امروز به دعوا گفته میتونیم که تمام اند بودجه امارت اسلامی بیت المال است. مسئولینی که حضور دارند اینجا برادرانه برایشان توصیه میکنیم که یک روپه بی جای مصرف کردن از این مثلی است که به تمام اند بیت المال ما و شما خیانت میکنیم و اگر قدمایی که در میبرداریم در برنامه های اقتصادی ما در پیشرفت اقتصاد ما مثل که شیخ صاحب محترم در مجلس بزرگای سکتور خصوصی ما بیان داشتند که نمی مردم مجاهدین اقتصادی هستند
واقعیت قدمایی را که ما شما میبرداریم همون قسمی است که الحمدلله در سنگر گرم جهاد کردیم و امروز در سنگر الحمدلله اقتصادی ما شما قدم میبرداریم به فضل مرحمت خداوند. و این قدم نمیبرداریم که ما کوتلا یموت باید ما تنها اشبا کنیم، خود سیر کنیم یا اولاد خود سیر کنیم، نه، به نسل های آینده ما میخواهیم که نسل های آینده به امید پروردگار ما، به امید رب العالمین. ما در هر مجلس خود بیان میدارم که افغان ها از هیچ کسی در دنیا کم نیستند، ولیکن 50 سال مشکلات جنگ های تحمیلی بالای مردم افغانستان نماند که ترقی کنه، افغانستان نماند که پیشرفت کنه، افغانستان نماند که ما رقابت در دنیا بسازیم، رقیب باشیم به دنیا، نماند ما را. امروز که الحمدلله حکم در دست افغان است، به خودتان معلوم است رئیس جمهور افغانستان تیلک میشه در بین چند عسکر به هویت خارجی، شاید هزارها انسان گریان کرده باشد. امروز الحمدلله حکم در دست افغان است، قانون شریعت است، تمام قوانینی که در ادارات است، میگن روی قوانین ما قانون اساسی نداریم، قانون اساسی ما قانون قرآن است. از 6 اسکرین تیر میشه که ما نه، مبادا که یک حرفی از قانون وضعی دنیایی که امروز دنیا را به چالش کشاندیده در قانون افغانستان باشد. الحمدلله 6 اسکرین است، اسکرین یعنی یک فیلتری باشه که باید از او تیر شود. علما هستند الحمدلله، دانشمندا هستند، اهل قلم هستند، اهل فکر هستند، میبینند بعد از یک قانون تایید میکنند، روان میکنند به شیخ صاحب و شیخ صاحب از الحمدلله به کمک خداوند تایید میکنه و قانون افغانستان میشه. این قانون افغانستان است، احسان پروردگار. تمام قوانینی که مربوط به وزارت صنعت و تجارت بود اولی را تخریجش خود ما کردیم، بعد از روان کردیم به وزارت محترم عدلیه، از وزارت محترم عدلیه به محاکم روان میشه، کمیسیون است، بعد از شیخ صاحبی را میبینن به شمول قوانین اقتصادی افغانستان که 26 قانون طرز عمل قوانین ما خود ما داریم. روی ازی بسیار جدی کار است احسان پروردگار. و در ضمن از یک شخص محترم یک خوشخبری به ولایت محترم هرات داشت. ما هم یک برنامه خوب داریم که به سطح یک بالاتر از 10 یا 20 هزار چریب زمین انشاءالله یک پارک صنعتی به سطح بین‌المللی باید بسازیم. تمام اصول و قوانین پارک صنعتی که رقابت با کشورهای پیشرفته میکنن ما هم مد نظر بگیریم انشاءالله. دیگه برنامه خوبی است که میخواییم، همه قسمی که دیروز جناب والی صاحب محترم گفتند که یک قطب اقتصادی افغانستان است، واقعیت ما هم کوشش میکنیم که چون بنادر داره به بحر نزدیکتر است، به آسیای مرکزی نزدیکتر است، خطریل داره، بسیار سهولت هایی در اینجا است که ما میخواییم هرات باید خود به واقعی اقتصادی افغانستان باید باشد. قسمی که الحمدلله در مسائل فرهنگی پیشتاز هستند، در مسائل اجتماعی پیشتاز هستند الحمدلله، در تعلیم پیشتاز هستند، میخواییم که الحمدلله در برنامه های اقتصادی همچنان جای خاص داشته باشند. دوستا هستند، شما هم خسته نشه، برنامه هایی که الحمدلله اقتصادی کمیسیون محترم اقتصادی سر شب روز روان است و برنامه های معادن است، قسمی که شیخ صاحب محترم گفتند و به فضل خداوند از طرف وزارت صنعت و تجارت خیلی توجه است. من یقین دارم که در آینده های بسیار نزدیک ما شما میریم به طرف خودکفایی، میریم انشاءالله به طرف از این که همه امور اقتصادی ما به دست خود ما باید باشد. هیچ ضرورت به این پیدا نکنیم که از خارج کسی برای ما کمک کنه، از خارج کسی برای ما مدد روان کنه، یا مؤسسات باشه یا برنامه دیگه باشه. با امید پروردگار ما به میتونه یک برنامه کار میکنم انشاءالله. اقول قولی هذا، استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.